و اما خبری از کشور افغانستان. همزمان با فرارسیدن 25مین سالروز قتل عام هزاران غیر نظامی عمدتاً شیعیان هزاره در شهر مزارشریف در شمال افغانستان، شهروندان این کشور خاطرات قربانیان را گرامی می‌دارند. شهروندان افغانستان به این مناسبت یک بار دیگر خواستار پایان دادن به نسل‌کشی هزاره ها شدند و بر ضرورت تأمین عدالت در حق قربانیان قتل عام مزارشریف تاکید می کنند. بر اساس گزارش نهادهای بین المللی، در این فاجعه انسانی تنها در یک روز بیش از 3000 غیر نظامی عمدتاً شیعیان هزاره قتل عام شدند. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. گروه طالبان در 17 مرداد سال 1377 خورشیدی با تسلط بر شهر مزارشریف در شمال افغانستان حملات وسیع را علیه هزاره ها در این شهر به دلیل هویت قومی و مذهبیشان راه اندازی کرد. آمار دقیق قربانیان این قتل عام مشخص نیست، اما در گزارشی که دیدبان حقوق بشر در این مورد در نوامبر سال 1998 منتشر کرده، آمده است که طالبان در این شهر بیش از 3000 غیر نظامی هزاره، تاجیک، ازبک و ترکمن را به قتل رسانده است. این نهاد گفته است که اکثریت قربانیان شیعیان هزاره بودند. خبرگزاری آسوشتیدپرس در گزارشی که در این مورد تهیه کرده است به نقل از منابع محلی میگوید که طالبان در 5 ماه اول تسلط خود بر شهر مزارشریف بیشتر از 15000 نفر از هزاره ها را کشتند. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود گفته است که ملا عبدالمنان نیازی، استاندار طالبان در بلخ، در دومین روز تسلط این گروه بر شهر مزارشریف با سخنرانی در مساجد هزاره ها را به خشونت و انتقامجویی تهدید میکرد. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است که ملا نیازی در یکی از سخنرانی‌های خود گفته بود که هزاره ها مسلمان نیستند، شیعه هستند، آنان کافرند. دیدبان حقوق بشر گفته است که نیروهای طالبان در جریان این حملات به شمار زیادی از زنان و دختران تجاوز کردند. اکنون و پس از 25 سال شهروندان افغانستان از این روز به صورت گسترده در شبکه‌های اجتماعی از سالروز قتل عام شهر مزارشریف یادبود کردند و خاطرات قربانیان را گرامی داشتند. شورای جهانی هزاره در توییتی نوشته است نسل‌کشی هزاره ها توسط طالبان در ماه آگوست سال 1998 جان 15000 نفر را گرفت و یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ افغانستان را رقم زد. شهروندان افغانستان به این مناسبت یک بار دیگر خواستار پایان دادن به نسل‌کشی شیعیان و هزاره ها شدند و بر ضرورت تأمین عدالت در حق قربانیان قتل عام مزارشریف تأکید می کنند. با وجود درخواست های مکرر فعالان هزاره و خانواده های قربانیان، تا اکنون در مورد قتل عام مزارشریف تحقیقات مستقل از سوی سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی انجام نشده است. شهروندان افغانستان با اشاره به تسلط دوباره طالبان بر افغانستان از تکرار چنین رویدادهایی هشدار می‌دهند. گفتنی است در 17 مرداد 1377 هجری خورشیدی گروه طالبان در کنار قتل عام شیعیان هزاره در مزارشریف 8 دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی را نیز تیرباران کردند. در آستانه 25مین سالگرد این رویداد، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، حمله 25 سال قبل گروه طالبان به سرکنسولگری ایران در مزارشریف، مرکز استان بلخ، را جنایت خوانده است. فاطمه سادات موسوی، اخبار شیعه. محمد نبی سروری، کارشناس روابط بین الملل، از وین با ما همراه هستند. سلام، وقتتون بخیر. دارم خدمت شما، همکاران محترمتان و بینندگان شبکه خبری شما. جناب سروری، پس از 25 سال از قتل عام شیعیان هزاره در مزارشریف، وضعیت کنونی هزاره ها تحت تسلط گروه طالبان چگونه است؟ متاسفانه شرایط زندگی تمام قومیت های ساکن در کشور و به ویژه هزاره ها تحت اداره غاصب حکومت جباری طالبانی در افغانستان بسیار سخت و بسیار هم دشوار است. هزاره ها از تمام حقوق اولیه زندگی خود حتی محروم هستند. هزاره ها حق برگزاری مراسم مذهبیشان را به صورت آزادانه و ندارند. هزاره ها حق کار کردن در ادارات دولتی را ندارند و همچنان فشارهای از طرق مختلف را بر مردم هزاره تحمیل میکنند و فرصت زندگی را از مردم هزاره گرفته. در حقیقت مالیات های کمرشکن را بر اموال دارایی مردم هزاره وضع میکنند و بدترین حالت تاریخی را مردم افغانستان بعد از قتل عام دوران حکومت که عبدالرحمن خان دارند مردم هزاره در افغانستان تجربه میکنند متاسفانه. برای بینندگان ما بفرمایید که با وجود چنین رویدادهایی چرا سازمان ملل و کشورها نسل‌کشی شیعیان هزاره در افغانستان رو به رسمیت نمیشناسند؟ سوال بسیار خوب بفرمودین، ولی میشه سوال شما را با یک سوال دیگه پاسخ گفت که چطور میشه از کشورهای توقعی به رسمیت شناخته شدن نسل کشی هزاره ها در افغانستان را ما داشته باشیم که به نوع خود از کشورها شریک جرم عاملین نسل کشی در افغانستان هستند. به طور مثال اگر ما یک مرور مختصری بر تاریخ افغانستان داشته باشیم متوجه میشیم که امارات عبدالرحمن خانی که اولین قتل عام مردم هزاره را در افغانستان انجام داد و بیش از 62.5% مردم هزاره متاسفانه در او فاجعه جان شیرین خود از دست دادن و نابود شدن، با کمک و حمایت دولت انگلیس بود که تحت حمایت هم‌جانبه قرار داشت، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ نظامی. و حالا هم که طالبان که برای بار دوم قدرت را در افغانستان تحویل گرفتن، ما شما میدانیم و جهانی را میدانند متاسفانه ایالات متحده آمریکا و سازمان ناتو با طالبان وارد چی شدن، وارد معامله شدن و قدرت را برای طالبان تحویل دادن و زمینه سقوط حکومت مردمی در افغانستان را فراهم کردند. این مشخص است که کشورها تلاش میکنند که نسل کشی مردم هزاره را به رسمیت نشناسند. و اما در مورد سازمان ملل متحد یک شعر داریم، ما شما میگه هر آن کس که فرمان دهد نان دهد، و ما شما میدانیم که اکثریت بودجه سالانه سازمان ملل متحد چی پرداخت میکنه؟ ایالات متحده آمریکا و همین کشورهای اعضای ناتو. وقتی که اینا در تعامل با طالبان باشند و به دنبال ازی هستند تلاش میکنند که شکل از اشکال با طالب ها کار کنند. پس در شرایط فعلی ما فکر میکنم که امکانی به رسمیت شناختن نسل کشی هزاره ها وجود نداره. ممنونم از شما. محمد نبی سروری کارشناس روابط بین الملل از وین با ما همراه بودند.